با بهترین درودها بر شما در هم ارجمندم در همه جای جهان تا 20 دقیقه پیش روی بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک خواهید بود که در قیاب روزنامه های امروز جمعه 18 اردیبهشت به هشت ماه ایرانی مروری خواهد داشت بر اهم اخبار رسانه ها در طول 24 ساعت گذشته نخست مروری بر سرفصل اهم اخبار برگزیده امشب برنامه صفحه یک پایان انتخابات پارلمانی بریتانیا با پیشی گرفتن اولیه ی حزب محافظه‌کاران به رهبری دیوید کامرون همینطور رأی سنای آمریکا به طرح نظارت کنگره در توافق احتمالی با ایران آتش بس پنج روزه از سوی عربستان در یمن در پی رایزنی های فشرده منطقی وزیر خارجه کشور پادشاهی عربستان با جان کری افزایش تنش و بحران در سوریه با شکست پیاپی ارتش اسد و نیروهای حزب الله در منطقه قلمون همچنین در ایران بروز بحران و تنش شهری در شهرستان مهاباد از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی در واقع اهم اخبار و رویدادهایی بود که در بیشتر رسانه های چاپی و الکترونیکی جهان و منطقه در طول 24 ساعت گذشته انتشار و انعکاس گسترده تری داشته است همینک برنامه را پی میگیریم با مشروع خبرهای تنظیمی و تدوینی امشب نخستان که پس از مدتها کشمکش میان دو نهاد قانونگذاری آمریکا بالاخره سنای آمریکا با اکثریت آرا طرح بازبینی توافق اتمی با ایران را تصویب کرد به گزارش خبرگزاری ها سنای ایالات متحده آمریکا با اکثریت قاطع 98 رأی مثبت در برابر تنها یک رأی منفی طرحی که به کنگره این کشور امکان بررسی توافق احتمالی هستی با ایران را میدهد تصویب کرد طرحی که روز پنجشنبه همه اردیبهشت در سنا تصویب شد به کنگره ایالات متحده آمریکا این امکان را میدهد تا ظرف سی روز هر گونه توافق هستهای با ایران را بررسی کند و در صورت لزوم آن را رد کند خبرگزاری رویترز به نقل از جان باینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گزارش داده که او اکنون مشتاق است تا طرح به تصویب نمایندگان نیز برسد به گفته ی آقای باینر هدف کنگره این است که مانع یک توافق بد با ایران شود که راه را برای یک ایران مسلح به صلاح هسته هموار می کند طرح تصویب شده در روز پنجشنبه از حمایت سناتورهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه. برخوردار بود خبرگزاری اسوشیتد پرس رأی قاطع 98 نفر به این طرح را پیروزی قانونگذاران آمریکایی در زور با دولت باراک اوباما دانسته که در ابتدا تهدید می‌کرد هر گونه طرح این چنینی را وتو خواهد کرد تنها سناتوری که به این طرح رأی منفی داد تام کاتن سناتور جمهوری خواه بود که از مخالفان اصلی توافق اتمی با جمهوری اسلامی است طرح مورد تصویب سنای آمریکا در صورت تصویب نهایی مانع این خواهد شد که دولت اوباما در مدت بازبینی توافق نهایی احتمالی تحریم ها علیه ایران را کاهش دهد و او را ملزم می کند تا هر 90 روز پایبندی جمهوری اسلامی به مفاد توافق را به کنگره گزارش دهد و اما در تازه ترین اخبار دریافتی گزارش می‌رسد که 150 نماینده آمریکا در حمایت از مذاکرات اتمی با ایران نامه ای منتشر کردند این شمار از نمایندگان دموکرات می نشان دهند که مخالفان احتمالی توافق اتمی برای آنکه بتوانند جلوی وتوی رئیس جمهوری را بگیرند به دو سوم آرای لازم دست پیدا نمی کنند. روزنامه واشنگتن پست در همین رابطه و زمینه و مضمون می نوشت اکنون به نظر می رسد نماینده کافی در حزب دموکرات برای آنکه بیش از یک سوم نمایندگان کنگره از تا افاق اتمی دولت اوباما و وتوی احتمالی او علیه مخالفان حمایت کنند وجود دارد در بخشی از این نامه آمده بود که این مسئله فراتر از سیاست است ریسک بالا و جایگزین ها ترسناک هستند ما باید از هر راهی برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک قابل راستی آزمایی و اجرایی برای جلوگیری از ایرانی مسلح به صلاح هسته ای دست یابیم در جای دیگری از این نامه نیز اشاره شده بود که جنگ به خودی خود ما را امتر نمی کند امضا کنندگان می گویند حمله احتمالی اسرائیل یا آمریکا به تأسیسات اتمی ایران برنامه اتمی را دو یا سه سال عقب می راند که باز هم کمتر از زمانی است که در توافق مورد مذاکره میان ایران و گروه مسلم به پنج به علاوه یک پیش بینی شده است از سنای آمریکا به پارلمان بریتانیا می رویم و از خبرهای دریافتی از نتیجه انتخابات پارلمانی در این کشور می خانیم. که البته اعتبار این داده ها تا لحظه تنظیم خبر می باشد و تازه نتایج قطعی دریافتی از سوی همکاران این جانب در گروه گزارش روز در برنامه آن سوی خبر پخش خواهد شد بر اساس نتایج منتشر از یک نظر سنجی انتظار می رود که حزب محافظ کار 316 کرسی و حزب کارگر 239 کرسی به دست آورند یک حزب برای اینکه بتواند با اکثریت مطلق دولت تشکیل دهد باید 326 کرسی یعنی نصف به علاوه یک 650 کرسی مجلس عوام را تصاحب کند اگر نتایج نظرسنجی درست باشد احتمال دارد حزب محافظه کار بدون اعتراف با دیگر احزاب دولت تشکیل دهد ادامه خبرهای برگزیده امشب با اعلام آتشبس پنج روزه در یمن عربستان سعودی به شرط توقف درگیری ها در تمام یمن به شورشیان حوسی پیشنهاد آتش بس پنج روزه و انسان دوستانه داده است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه هفته همه هشت به به نقل از عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی گزارش داده که آتش بس در سراسر یمن پنج روزه خواهد بود اما وزیر امور خارجه کشور پادشاهی عربستان سعودی تأکید کرده که برقراری چنین آتشبسی بستگی به موافقت حوسی ها با آن دارد از سوی دیگر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم با استقبال از پیشنهاد آتش بس ارائه شده توسط عربستان سعودی گفت که نه ریاض و نه واشنگتن درباره ارسال نیروی زمینی به یمن گفتگو نکردند سخنگوی نیروهای نظامی عربستان سعودی گفت که این کشور تمام ها از جمله دخالت زمینی در یمن را برای متوقف کردن حملات علیه شهرهایش در نظر خواهد داشت بنابر گزارش های دریافتی ساعتی پیش از ارائه پیشنهاد آتش بستر در یمن توسط عربستان سعودی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در هفته آینده یک کشتی حامل 2500 تن کمک انسان دوستانه به یمن میفرستد. رئیس هلال احمر ایران گفت که کشتی حامل این محموله از طریق آبهای خلیج فارس و دریای عمان به یمن اعزام خواهد شد و زمان رسیدن آن به مقصد نیز در شرایط عادی حدود ده روز خواهد بود. جمهوری اسلامی اگرچه ارائه تسلیحات به حوثی ها را تکذیب می کند اما بر حمایت از این گروه شیعه مذهب در ابعاد و جنب جنبه های مختلف آن تاکید دارد و اما در خبری جداگانه که از سوی یک وبسایت آمریکایی هم اعلام شده گروه القاعده در شبه جزیره عربستان میگوید یکی از رهبران ارشد این سازمان به نام ناصر بن علی اونسی ماه قبل در حملات هوایی آمریکا کشته شده است به گزارش یک وبسایت آمریکایی که عمدتا فعالیت‌های القاعده را زیر نظر دارد با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که الانسی در شهر المکلا مرکز استان حزرموت یمن کشته شده است دولت ایالات متحده آمریکا هنوز خبر کشته شدن این رهبر ارشد القاعده را تایید نکرده است الانسی پیشتر در شماری از ویدئوهای سازمان القاعده در شبه جزیره ی عربستان ظاهر شده و به موضع گیری در قبال مسائل مختلف نیز می پرداخت. چند ماه قبل این رهبر القاعده با حضور در یک ویدئو مسئولیت حمله ماه ژانویه دو مرد مسلح به دفتر نشریه فکاهی شارلی هبدو در پاریس را بر عهده گرفت. همزمان با گسترش بیثباتی در یمن گروه القاعده در اوایل ماه آوریل کنترل شهر المکلا را در دست گرفت و حتی شماری از اعضای بلندپایه این سازمان از زندان مرکزی هزرموت فرار کرده بودند از بحران یمن به قلمون در سوریه می رویم و مروری کوتاه خواهیم داشت بر آخرین نبردها در دره قلمون با کشته های بیشمار از سوی نیروهای حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران بنابر گزارش های دریافتی از جمله بنابر گزارش گروهی موسوم به جیش الفت متشکل از مخالفان بشار اسد در نبرد علیه شبه نظامیان و ارتش اسد در قلمون چهل عضو حزب الله لبنان کشته شدند پس از تلفات سنگین نیروهای رژیم سوریه و شبه نظامیان حزب الله در جسر شغور در آب بصره شام و گذرگاه نصیب این سنگین ترین تلفاتی است که در نبرد قلمون به حزب الله و نیروهای اسد وارد می شود در همین حال جنگنده های رژیم سوریه طی 50 حمله هوایی منطقه جسر شغور را بمباران کردند هدف از این عملیات گویا ایجاد پوشش هوایی برای پیشروی نیروهای زمینی اسد بود که بر اساس تازه ترین اخبار دریافتی این عملیات نیست تا حدودی ناکام ماند گذاری بر اخبار ایران آخرین اخبار از منطقه به ایران می رویم با بروز بحران در شهر مهاباد ایران در پی تجاوز یک مقام امنیتی مقیم هتل به یک دختر کرد ایرانی سایت کورد پا خبر داده است که تجمع روز پنجشنبه شهروندان مهابادی مقابل هتل تارا در اعتراض به مرگ مبهم فریناز خسروانی یا پریناز خسروانی با دخالت نیروهای انتظامی و یکانهای ویژه به خشونت کشیده شد بخش های از این هتل در آتش سوخت و چند شهروند معترض نیز مجروح شدند بعد از ظهر پنجشنبه هفته همه اردی هشت ما شماری از شهروندان در شهر کردنشین مهاباد ضمن تجمع مقابل هتل تارا خواستار محاکمه عاملان مرگ فریناز خسروانی شدند. روز دوشنبه چهارده همه اردوی هشت ماه یک دختر جوان اهل مهاباد به نام پریناز خسروانی که از کارمندان هتل تارا بود برای جلوگیری از تجاوز کارمند وابسته به اداره اطلاعات از طبقه چهارم این هتل خود را به پایین پرد کرد انتشار خبر مرگ این دختر جوان مهابادی موجی از اعتراض را در میان شهروندان مهاباد در پی داشت و روز پنجشنبه به تجمع اعتراضی مقابل این هتل منجر شد این سایت خبر داد که تجمع شهروندان مهابادی با دخالت نیروهای گارد ویژه و نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد و این نیروها با اسلحه ساچمه‌ای و گاز اشکاور اقدام به پراکنده کردن معترضان نمودند به گفته یکی از شاهدان عینی در حالی که این تجمع به صورت مسالمت آمیز آغاز شده بود با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و نظامی به خشونت کشیده شد و معترضان با پرتاب سنگ شیشه های هتل تارا را شکستند و تعدادی از معترضان به دلیل برخورد های نیروهای امنیتی و انتظامی مصدوم و مجروح شدند شهر کردنشین مهاباد در استان آذربایجان غربی قرار دارد و سایت کردپا اشاره کرد که پریناز خسروانی 26 ساله دارای لیسانس کامپیوتر در هنگام مرگ از کارکنان هتل تارای این شهر بود ادامه اخبار با خبری از نشریه یال سارت الحسین ارگان شپ نظامیان انصار الله تحت حمایت علی خامنه ای که در بیانیه تندی علیه زنان ایرانی موضع گرفت انصار حزبالله تهدید کرد اگر زنان به ورزشگاه آزادی بیایند زلزله به پا خواهیم کرد نشریه یا لسارت الحسین با هشدار نسبت به صدور مجوز حضور زنان در ورزشگاه ها از سکوت اماریون که آنها را جماعت ابن الوقت خوانده به شدت انتقاد کرده است به گزارش پایگاه انتخاب این نشریه با انتشار متنی اعلام کرد نیروهای حزب الله در صورت حضور زنان در سالن دوازده هزار نفری مجموعه آزادی در این ورزشگاه زلزله به راه خواهند انداخت این نشریه همچنین افزود دولت حسن روحانی تمام احتمام خود برای زیر پا گذاشتن شرع مقدس را به کار گرفته و پیش می رود و رسانه های فاسد از این روند حمایت می کنند و هورا می کشند این در حالی است که روزنامه جوان ارگان سپاه پاسداران نیز در شماره دیروز خود از قول حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی از ادامه اجرای طرح امنیت اجتماعی خبر داد به نوشته این روزنامه منتسب به اردوگاه تندروهای جمهوری اسلامی ایران حسین اشتری در مراسم صبحگاهی نیروهای انتظامی در استان کوهکیلویه و بوی رحمت میگفت گفت اجرای ترهای ارتقای امنیت اجتماعی با تجهیزات مناسب در سراسر کشور جاری و ساری است و به هیچ وجه طرحهای ارتقای امنیت و اجتماعی متوقف نخواهد شد و با اقتدار ادامه دارد که تهدید همزمان و اعمال فشار همه جانبه از سوی گروه های شبه نظامی از یک سو و نهادهای نظامی رسمی حاکمیت علیه شهروندان ایرانی از سوی دیگر است. ادامه برنامه صفحه یک با خبرهای دیگر در زمینه و موضوعات دیگر از جمله تهدید و فشار وزارت اطلاعات دولت روحانی علیه نهادهای مدنی و سیاسی با تازه ترین تهدید از ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی نیروهای امنیتی با تماس تلفنی و تهدید به بازداشت اعضای جبهه ملی مانع برگزاری جلسه شورای مرکزی این تشکر شدن به گزارش خبرگزاری های ایران قرار بود جلسه شورای مرکزی جبهه ملی دیروز پنجشنبه هفته اردیبهشت اردی بهشت در منزل یکی از اعضا برگزار شود که با هشدار و تهدید اعضا به بازداشت جلسه به حد نصاب نرسید و تشکیل نشد دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی با اعلام این خبر درباره دلیل این تهدیدات گفت آنها در تماس مدعی شدند که جبهه ملی مجوز ندارد و غیرقانونی است در حالی که مجوز این تشکل را چهره مثل دکتر محمد مصدق گرفته و ما نه تنها دفتر و باشگاه و روزنامه نداریم در منزل خودمان هم نمیتوانیم جلسه برگزار کنیم دکتر موسویان همچنین درباره نهادها و افراد تماس گیرنده گفت آنها خودشان را معرفی رسمی نمی کنند و با تلفن با نمره ناشناس که مخصوص نیروهای اطلاعاتی است با اعضای شورای مرکزی از جمله بنده و دکتر علیب برومند رئیس شورا و بقیه تماس گرفتند و نسبت به عواقب برگزاری جلسه هشدار دادند ادامه خبرها در ادامه نگاهی بر اعتراف مسئولین سازمان مسئول در ایران از گسترش خط فقر در ایران میگویند در تازه ترین گزارش منتشره رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرد سی درصد شهرنشینان زیر خط فقر قرار دارند روزنامه آرمان از قول رئیس سازمان بهزیستی خبر میداد که در ایران سی درصد شهرنشینان و چهل درصد جمعیت روستایی ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. به گزارش این روزنامه انوشیروان محسنی بند پی رئیس سازمان بهزیستی روز چهارشنبه طی سخنانی در همایش مددکاری اجتماعی مسئولیت اجتماعی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 57 شاخص خط فقر در ایران چهل درصد در سال 76 شاخص خط فقر در ایران 20 درصد و در سال 84 این رقم 11 درصد بود می گفت طی سالهای اخیر این آمار مجددا افزایش یافته و شمار افرادی که در سال 91 در جامعه زیر خط فقر بودند 30 درصد و در جامعه روستایی 40 درصد است. روزنامه آرمان همزمان از قله داریوش قمبری نماینده سابق مجلس تاکید میکرد که خط فقر در نقاط مختلف ایران متفاوت است و در تهران و مناطق شهری سطحی از درآمد زیر خط فقر تعیین میشود در حالی که همان درآمد در مناطق روستایی زیر خط فقر نیست داریوش قمبری به این روزنامه میگفت باید آمار دقیقی در این زمینه ارائه شود به نظر این نماینده مجلس در شهر تهران برای خانواده چهار نفره درآمد زیر دوونی میلیون تومان خط فقر است در حالی که در یک منطقه روستایی درآمد یک میلیون تومان زیر خط فقر محسوب می شود و در این بخش از برنامه گزارش از روزنامه شرق را انتخاب کردیم که به شرح جزئیات کمک های بیوقفه نظام جمهوری اسلامی به رژیم بشار اسد می در حالی که کشور در زیر خط فقر دست و پنجه نرمی کند و این روزنامه نزدیک به طیفی از تحول خواهان در بخش های از این نوشتار تحقیقی پژوهشی با کنار زدن پرده های تازه از میزان هزینه و کمک های دولت ایران به رژیم در حال سقوط دمشق به نحوی میکوشید نارضایتی خود را از این روند نشان دهد دومین خط اعتبار یک میلیارد دلاری میان تهران دمشق که در واقع عنوان این گزارش اقتصادی در روزنامه شرق بود با واژگانی آمیز با تأکید بر رفاقت تهران دمشق همیشه با صفات نظیر دیرینه برادرانه و استراتژیک توصیف می شود می گفت که اما بایستی صفت پرهزینه را هم به آن اضافه کرد این روزا می نوشت مصداق این صفت خبری است که روز چهارشنبه درباره دومین خط اعتبار یک میلیارد دلاری میان تهران دمشق منتشر شد. به نوشته این روزنامه ادیب میاله رئیس بانک مرکزی سوریه خبر داد که این کشور و ایران سرگرم مذاکره درباره دومین خط اعتباری یک میلیارد دلاری هستند و به بلومبرگ گفت که دولت ایران موافقت اولیه برای این خط اعتباری را که دومین خط اعتباری از سال 2013 است اعلام کرده است. با رویدادی دیگر برنامه امشب را پی میگیریم در وقت باقی مانده شکایت سپاه از خودسرهای شیراز در تهاجم بعدی متحری موجی از گمانه ها را در رسانه ها همچنان در پی دارد در این راستا روزنامه ایران از قول وکیل علی متحری خبر داد که سپاه نیز علیه مهاجمان علی متحری شکایت کرده است مصطفی ترک همدانی وکیل علی متحری درباره دلیل شکایت سپاه در این پرونده به روزنامه ایران میگفت کلی می گویم چون کسانی که اقدام به حمله کرده بودند منتصب به یک نهاد بودند این امر سبب شد که سپاه نیز با اعزام نمایندهی به دادسرا شکایت خود را مطرح کند وکیل علی متحری نماینده مزروب مجلس در شیراز در پاسخ به این پرسش روزنامه ایران که آیا میان شکایت سپاه و این فیلم ارتباطی وجود دارد جواب میداد که همه ای اینها با هم مرتبط است چه حمله ای که شد و چه فیلمی که منتشر شد و با این رویداد وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و برق تازه از برنامه صفحه یک در ایران فردا بامداد روشن آسمان آوی بدرود